خب دوستان، ما در این قسمت قصد داریم از کلماتی رو در واقع معرفی کنیم خدمت شما عزیزان که در زندگی روزمره پرکاربرد هستند و شامل در واقع مکانهای خرید، انواع فروشگاه ها و همینطور رنگ ها، انواع لباس ها و قسمت های یک خانه، غذاها و غذاهای مختلف در واقع هستن. اینها رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنیم. خواهش میکنم دقت بفرمایید چون همه این کلمات مهمی هستن. خب کلمه اول دقت بفرمایید دوستان، ساتش مرکزی. ساتش خب از فعل ساتماک هست، یعنی فروختن. ساتش یعنی فروش. ساتش مرکزی، مرکز در واقع خرید رو میگن، حالا مرکز فروش یا مرکز خرید، چیزی که معروف است. ساتش مرکزی. کلمه بعد آلش وریش. ساتش فروش هست، آلش وریش یعنی خرید، مرکز خرید. آلش وریش مرکزی، آلش وریش مرکزی یعنی مرکز خرید. آلش وریش مرکزی، مرکز خرید. خب اصطلاح بعد دقت بفرمایید، نه زمان اچلیور. اچلیور خب در واقع اچماک معنی باز کردن هست و کپاتماک معنی بستن هست. خب نه زمان اچلیور یعنی چه زمانی باز میشه؟ مثلا شما رفتید یک مغازه، فروشگاه، بانک، فرق نمی کنه، میخواید بپرسید که چه زمانی باز میشه، پرسید نه زمان اچلیور، یا چه زمانی میبنده، چه زمانی بسته میشه، نه زمان کپانیور، نه زمان اچلیور، نه زمان کپانیور. خب اصطلاح بعد دقت بفرمایید، ان یکن اوتلی نرده یا نرده. در واقع ان یکن یعنی نزدیکترین، یکن نزدیک، ان یکن نزدیکترین. اوتلی همون هتل هست، خب چون در اضافه قرار گرفته اوتلی میشه. ان یکن اوتلی نرده یعنی نزدیکترین هتل کجاست. اجزانه، اجزانه داروخانه هست. اکمکچی نانوایی. تاتلجی قنادی. دقیق بفهمید چی و یا جی که در پایان کلمات قرار میگیرن در واقع همشون مفهوم شغل دارن، مثل همون تلفن چی که ما در فارسی میگیم، یا قاپوچی معنی دربان. اینها در واقع از زبان ترکی وارد فارسی شده. خب اما کجا چی میگیم و از چه استفاده میکنیم و کجا از جه؟ ببینید اگه حرف آخر یک کلمه حرف سنگینی باشه، حروف سنگین شامل که، چه، ز، س و پ و ت هستن. اینا حروف سنگین هستن. هر وقت یکی از اینها آخرین حرف باشه ما به جای ج باید چه بگیم. در غیر این صورت برای سایر حروف از ج استفاده میکنیم. مثلا دقت بفرمایید، اکمک به معنی نون هست. نون در زبان ترکی اکمک هست. خب اکمک چی؟ چرا؟ چون حرف آخر که هست، چی باید اضافه کنیم. اکمک چی؟ کسی که کارش نون هست، یا همون نانوا. به مغازه نانوایی هم میگن، هم به خود شخص نانوا و هم به مغازه نانوایی میگن اکمکچی. تطل به معنی در واقع شیرین هست. تطلجی یعنی کسی که کار شیرینی هست، یعنی قنادی یا همون شخص قناد. چیچک مثال بعد، کلمه بعد دقت بفرمایید، چیچک گل هست. چیچک چی یعنی گل فروش، کسی که کار گل انجام میده. چیچک چی گل فروش یا مغازه گل فروشی. کتاب چی، کتاب باز ببینید حرف پ حرف سنگینه، باید بگیم چه. کتاب چی یعنی کتاب فروش در واقع. یا دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمیکنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیج‌های ما و در پیج در واقع اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.